بینندگان عزیز، با سلام به شما. کانون آوا تقدیم می کند. امروز خیلی خوشحالم که با دو تا از بانوان ایرانی که قبلا جزو سازمان مجاهدین بودند، بعد که متوجه شدن این سازمان مجاهدین کاری به آزادی نداره و تبدیل به فرقه رجوی شده، از سازمان جدا شدن. خانم زهرا معینی که قبلا هم چندین بار برنامه ما مهمان بودن، ویدیوهاشون موجود هست. ایشون از انجمن زنان ایران از آلمان، و همچنین خانم حمیرا محمد نژاد که باز هم ایشون در برنامه ها قبلا مهمان بودن. از این بابت بسیار خوشحالم، تشکر میکنم. و ایشون هم از انجمن زنان از آلمان هستند. و بذارید من قبل از اینکه برنامه شروع بشه از ایشون تشکر کنم که به خاطر اینکه یه بار اشکالی بود در پخش برنامه و اینترنت، ایشون بلند میشه از یه راه دور میره که با خانم زهرا معینی باشه که اونجا اینترنت بهتری داره ایشون. و من میخوام فقط به شما بگم، مخصوصا اونایی که تهمت میزنن که این عزیزان پول میگیرن و میلیون ها دلار میگیرن که مزدور باشن، اینها حتی از لحاظ به اصطلاح چیزای روزمره، احتیاجات روزمره، مشکلات و مسائلی دارن، ولی اینقدر همت دارن که دنبال اون هدفشون که افشای این سازمان هست باشن. من به نوبه خودم از اینها تشکر میکنم، سلام میکنم به این دو عزیز و بهشون خوش آمد میگم. قرار هست که اول با خانم حمیرا محمد نژاد صحبت کنیم، و ولی گفتیم بهتره که با هر دوی این بانوان شجاع واقعا، چون میتونستن اینا برن دنبال کار و زندگیشون و نیان بگن این قصه های دلشون رو، ولی آمدن گفتن و میگن که دوستان جوان گیر این سازمان نیفتن، اسیر نشن. و ضمناً کار خوبی که اینها انجام دادن، از اول برنامه ها همیشه پرسش های شما رو پاسخ دادن، نظرات شما رو شنیدن. اتفاقا در همین برنامه امروز، به غیر از اینکه اون مطلبی رو که روی پوستر یا فلایر نوشته شده بود، وضعیت کنونی سازمان مجاهدین، خانم حمیرا محمد نژاد برامون باز میکنن و در مورد صحبت میکنن، سوالاتی هم که شده از برنامه های دیگه در مورد جریانات روز و اینها خودشون صحبت میکنن، باز میکنن. اگر شما سوالی هم دارید میتونید در فیسبوک مطرح کنید، از طریق ایمیل ارسال کنید، از طریق تلفن پیام بذارید و این دوستان پاسخ میدن. باز هم سلام به شما دوستان، خوش آمد میگم. این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در سر تا سر جهان، بفرمایید. آقای سوربی، بهتون سلام عرض میکنم و همچنین به تمامی بینندگان محترمی که امروز این برنامه رو میبینند. همونطور که شما فرمودید، من امروز میخوام در رابطه با این داستانهای اخیری که سازمان در واقع به راه انداخته، در رابطه با حوادثی که توی ایران رخ داده و سعی میکنه که این حوادث رو به یه نحوی به خودش رفت بده، صحبت کنم. منظورتون جریان تظاهراتی بود که در دیما اتفاق افتاد در چند شهر، و جالب اینه که این جریانات از طرف خود به اصطلاح اونهایی که خیلی تندرو هستن و طرفدار حکومت جمهوری اسلامی هستن شروع شد، ولی در چند جا نه فقط مجاهدین، دیگران هم خواستن ازش سوء استفاده کنن که نشد، و حتی مردم رو زودتر به خونه هاشون فرستادن، چون مردم نمیخوان هیچ به اصطلاح ربط و به اصطلاح ارتباطی با این سازمان ها داشته باشن. بفرمایید. ببینین، برخلاف اونی که سازمان ادعاشو داره و به این که این در واقع شورش ها یا حالا این جریانات یا این تظاهرات به سازماندهی سازمان رخ داده، در واقع میتونیم با دلایل خیلی مشخص بگیم که اصلا به سازمان ربطی نداره. ببینین، سازمان که امروز یا دیروز در صحنه سیاسی ایران ظاهر نشده. از سالهای 60 همه اونایی که یادشون میاد، هدف سازمان این بوده که به قول خودش سرنگونی رژیم بوده. و اگر سازمان توی تحولات داخل ایران نقشی واقعا داشت،
که سالهای قبل هم از این اتفاقات زیاد افتاده بود توی ایران و بارها خیزش های خیلی بزرگتر از اینی هم که امروز میبینیم رخ داده بود و اگر اینها متأثر از سازمان بودش که خودشو نشون میداد. و البته که ببینین در خیزش های سالهای پیش هم سازمان همیشه سعی کرد که اونها رو به خودش رفت بده. همگی یادمون هستش که حتی سعی کرد که از عکسای اونایی که تو این جریانات کشته شدن به نفع خودش استفاده کنه و به حتی واسه اونا عزاداری را انداخت و سعی کرد که همیشه یه جوری نشون بده که این داستان به خودش رفت داره، در صورتی که همه میدونیم که تمامی اینا فقط برای دلخوشی افرادی هستش که هنوز اونجان، در واقع میشه گفت یه تبلیغ داخلی واسه خود سازمان هستش. نقطه دیگه ببینین عدم موضع‌گیری شخص رجبی هستش که واسه باز فکر میکنم واسه اونایی که در رابطه با مرگ رجبی شک داشتن به خوبی میتونن الان به یقین رسیده باشن، چرا که صدور بیانیه های نوشتاری به هیچ وجه و برای کسی که مرگش غیر مستقیم اعلام شده اصلا اعتباری نداره. اگر هم براش میخواد توجیه امنیتی کنه که به لحاظ امنیتی نمیخواد این کارو بکنه، ببینین توی زمانی که جوونا میان بیرون و کشته میشن، یعنی خون ایشون رنگین تر از خون بقیه است که باید همیشه با یک چی میگن داستان امنیتی بذاره روش و این همه به فکر خودش باشه و حتی یک ذره نخواد ریسک کنه در مورد جون خودش، هرچند که البته من فکر میکنم همه بچه‌ها مسعود رجبی رو خوب میشناسن و همه افراد که مسعود رجبی توی طی اون سالیان گذشته همیشه نشون داده که جون هیچ کسی به جز خودش واسه البته ارزشی نداشته. ببینید بچه‌هایی که مثلا میومدن اون موقع توی منطقه همین که خودشون رو میرسوندن، اولین انتقاد مسعود فکر میکنید بهشون چی بود؟ این بود که چرا شما کشته نشدید؟ چرا شما هنوز زنده اید؟ و اینا رو زیر تیغ میبرد تو این رابطه. یعنی در واقع هر چقدر که ما به پروسه این فرقه نگاه میکنیم و توش عمیق میشیم میبینیم که ببینیم فردیت طلبی این فرد همیشه بی انتها بوده و همچنین الان هم که میبینیم که فرصت طلبیاش که همیشه بوده و الان هم که افراد باز موندهش اونو به ارث بردن، در واقع این فرصت طلبی سازمانو همیشه سعی میکنن که هرچه بیشتر تمامی مسائل رو به نفع خودشون و برای خودشون استفاده کنن. یکی از بچه‌هایی که جدا شده و ترجیح میده که هنوز نامی ازش اینجا برده نشه تعریف میکرد که چطوری اون موقع‌ها صحنه‌سازی میکردن، مثلا میومدن توی یکی از گوشه قرارگاه چند تا عکس میچسبوندن، چند تا شعار مینوشتن و اینو بعدن تبلیغش میکردن که این اتفاقات توی ایران افتاده و این فیلم‌ها رو میومدن پخشش میکردن. خیلی از من سوال کردن که چرا مقامات رژیم چندین بار از دست داشتن سازمان تو این جریانات مثلا اعلام کردن. ببینین اگه واقعا سازمان مجاهدین تهدید جدی واسه رژیم ایران بود هیچ وقت نمی اومد اینو برجسته بکنه، چون من فکر نمی کنم که هیچ کس بیاد دشمن خودشو برجسته بکنه و اسمشو رنگین تر از اونی که هستش بکنه و نمی اومد میبخشید سرچشمه و منشأ قیام‌هاشو اینطوری نشون بده. پس علتش چی میتونه باشه؟ ببینه اینا فقط یه بازیه، به نظر من یه بازی سیاسیه. مثلا خود سازمان هم هر کسی که کوچکترین انتقادی بهش بکنه یا میکرد به جای اینکه یه جواب قانع کننده بهش بده اون رو عامل اطلاعات آخوندی همیشه اسمشو میگه
همین که در رابطه با ماها میگه. من فقط نمیدونم که این همه مزدوری که ایشون اعلام کرده و یا اعلام میکنه چجوری توی دستگاه خودش اینا رو پرورش داده، چون تمامی اینا از دستگاه خود سازمان اومدن بیرون. تمامی اینا افرادی هستن که سالیان سال توی سازمان بودن، بس چجوری یک شبه شدن اطلاعات رژیم، مزدور و جاسوس و سپاه قدس. درسته. ببینید علت دیگه این که اولا رژیم اگه این کار رو نکنه مجبوره که به خواسته های مردم اعتراف بکنه، خواسته های واقعیشون رو بیاره روی صحنه و به اونا رسیدگی کنه، و به خاطر همین در واقع این یه بازی سیاسی یه که این داستانا رو لاپوشونی کنه. چون ببینید سازمان به هیچ وجه نه در جامعه ایران و نه توی جناح‌های دیگه جایی داره، و از طرف دیگه هم خود سازمان هم طبیعیه که تلاش داره که با سکوت خودش اینا رو به قول معروف تأیید کنه. به هر حال یک چی میگن پونکت مثبت واسه خودش، یه نقطه مثبت واسه خودش که بله این کارا از طرف ما انجام میشه، که بله سازماندهی قیام ها و چه میدونم تظاهرات رو اینا رو همه اینا رو ما داشتیم، که یک روحیه در واقع مقطعی به بازموندگانش بده که هنوز توی تشکیلات آلبانی بی خبر از همه جا و بدون اینکه اصلا نه اینترنتی داشته باشن نه با دنیای بیرون اصلا ارتباطی داشته باشن، اینا رو به هر حال بتونه یه چند سباهی بیشتر توی دستگاهش نگه داره. چون به هر حال هممون میدونیم که این افراد ببینین همه پژمرده شدن، در واقع به یک مرده متحرک تبدیل شدن، و این تنها راه حلیه که الان سازمان داره که از هر نقطه‌ای از هر گوشه‌ای از هر کاری استفاده کنه که یک سباه دیگه اینا رو نگه داره و به قول معروف هنوز فکر کنه که سیاهی لشکری داره. وگرنه همه جامعه ایران به راحتی میدونن که فاصله خواسته های مردم با جمهوری به اصطلاح دموکراتیکی که مجاهدین ازش به قول معروف همیشه اسم میبرن و وعدش رو میدن یک فاصله سال نوری هستش. برجسته ترین گواهش هم این حرف اقدام شجاعانه زنانی بوده که روسری‌هاشون رو برداشتن و به هر حال این حرکت اعتراضی خودشون رو از این طریق خواستن نشون بدن که این خودش هم خط بطلانیه که روی ایدولوژیک مریم گذاشته میشه. ببینین مریم رجبی خودش فردیه که تا به حال روسریش رو هیچ وقت کنار نذاشته و حتی یادمونه که توی جریان فرانسه که گرفته شد چی میگن گرفتنش اومد یا کاپشن خودش رو روی سرش کشید، یعنی حتی تو اون موقع سعی کرد که هر جوری شده به هر حال موهاش رو بپوشونه. خیلی ها سوال میکنن که خب علت سکوت سازمان در رابطه با این خانم ها چی میتونه باشه، چون ببینین سازمان اصلا در رابطه با این خانم ها تا به حال صحبت نکرده، اصلا اشاره‌ای به این داستان نکرده. و اینکه ببینین این اصلا برخلاف ایدولوژی سازمانه و این یک این مسئله در واقع توی سازمان یک ریشه ایدولوژیکی داره، یعنی در واقع سازمان کاملا مخالف این اقدامات هستش. همه اونایی که توی روابط سازمان بودن به خوبی یادشون هستش که فقط به خاطر اینکه یک سر روسری یه نفر عقب میرفت ببینین چه آزار و اذیت‌هایی که بهش نمی‌کردن، چه توهین‌های رکیکی که نمی‌دادن، که من اصلا اینجا خجالت می‌کشم به اونا اشاره بکنم. توی یکی از عملیاتی که توی سازمان انجام شد یکی از این
خانوما زخمی شدید شده بود. صورتش اینا پر خون بود و خون شدیدی داشت ازش میرفت. یعنی من واقعا به فکر فقط این بودم که چجوری بتونیم بالاخره خون ایشونو بند بیاریم. فکر میکنین اون مسئولی که بغل ما بود چی میگفت؟ چون روسری ایشون گم شده بود. فکر کنین فرد در حال تلف شدنه، در حال مرگ حتمیه، و این مسئول مربوطه فقط به من میگفتش که سر ایشون رو بپوشون. یعنی واقعا وقتی که آدم به این داستان رو فکر میکنه میگه آخه من نمیدونم، یعنی اون روسری تو اون موقعی که هر کسی فقط میخواد جونش رو برداره و خودش رو به یه جای امن برسونه چه معنی میده؟ به این طرف در حال مرگه، این طرف داره تلف میشه. یعنی میدونین جون انسان‌ها واسه سازمان اصلا هیچ وقت نه ارزشی داشته و نه خواهد داشت. به هر حال هممونم تا به حال شاهدش بودیم و الانم شاهدش هستیم. من یه بار در رابطه با داستان مثلا اشعه صحبت میکردم که شما چند تا هم سوال در رابطه با این اشعه کردین. ببینین توی نشستهای فرمانده ها به ما میگفتن که باید حواسمون به خواهران باشه و اینکه روسریاشون درست باشه، موهاشون بیرون نزنه. بعد یکی از زیر دستای من تازه از آلمان اومده بود اون موقع، بعد دختر خیلی جوونی بود، حدود مثلا شاید 16 سالش بود. بعد این به تب دوست نداشت که روسری داشته باشه و همیشه مشکل داشت با این داستان. یعنی واقعا این دختر هیگونی رو اونقدر اینو اذیت کردن که آخر سر دیگه دستشو بالا کرد، گفت دیگه اصلا نمیخوام بمونم. و یه مدت بنگالیش کردن به قول معروف و تا اینکه بتونن از اونجا خارجش کنن. البته اگه نمونه ها فکر میکنم خیلی زیاده، اگه بچه‌ای هستن که نمونه ها یادشونه خوشحال میشم که بیان اینجا بگن. ببینین ما دوست دارم اینجا به این داستانم اشاره کنم. زن توی جامعه سازمان به طور مضاعف سرکوب شده. ما خودمون همین الان میبینیم تعداد زنانی که اومدن و دهن باز کردن و حرفاشون رو گفتن متاسفانه خیلی کمه و اینجا البته تأسف داره و ولی این ریشه داره، اینکه سازمان واقعا زنها رو خیلی سرکوب کرده و بیانگرش هم همینه که الان گفتم و میبینیم که افراد واقعا به صورت روحی و روانی خانوما رو خیلی بیشتر از بین برده. به هر حال امیدوارم که توی این نقطه هم میگم، یعنی واقعا خانمایی که الان ما رو میبینن بدونن که ترس نداشته باشن و جرأت کنن، جسارت کنن و بیان حرفاشون رو بزنن. من باز توی این نقطه خانم سلطانی رو تحسین میکنم که به عنوان اولین زنی که اومد و حرفایی رو گفت که تا به حال هیچ کس فکر میکنم جرأتش رو نداشته و قابل تحسینه. ببینین مریم رجوی همیشه توی حرفاش توی مناسبات بارها با صراحت تمام میگفتش که روسری زن مجاهد خلق همه چیزشه و هویتشه. پس نمیتونه این اقداماتی که الان از طرف زنایی که توی ایران رخ میده واسه ایشون بیاد به حالت یه حالت تحسین ایشون بیاد از اینا از در مورد این داستان صحبت کنه، چون اصلا تو ایدئولوژی این فرد اینا نمی گنجه. و علت دوم اینه که ببینین مریم سالها ادعا داشته که به عنوان سمبل و الگوی زنان میهنه و علت مشارکت زنان توی قیامها تأثیر مریم هستش، در صورتی که این اقدامی که الان این زنها انجام دادن کاملا خلاف ایدئولوژی مریم هستش. منظورتون حرکتی هست که به عنوان حرکت دختر انقلاب، دختر خیابون انقلاب به اصطلاح اسمش معروف شده و یک خانم جوانی روسریشو درآورد، بعدم چندین نفر دیگه این کارو کردن، حتی به جایی رسید که مسئولین دولت گفتن که حجاب اجباری نیست و هیچ قانونی ما نداریم که حجاب رو منع کنه. بفرمایید.
یعنی ببینید خود رژیم نتونست در مقابل اینا دیگه وایسته، ولی سازمان همینطوری که گفتیم، ببینید تا به حال در مورد این داستان هیچ عکس العملی نشان نداده و نشونم نخواهد داد. ببینید سازمان تمامی اتهاماتی که تا به حال به رژیم زده یا میزنه همه اونا رو توی مناسبات خودش داره به طور خیلی مضاعف تکرار میکنه. این سازمان میگه که مثلا اینترنت توی ایران فیلتر میشه. کدوم یکی از افراد خود سازمان اینترنت دارن؟ کدوم فردی میتونه به صورت راحت بدون اینکه کنترل بشه بره و از اینترنت استفاده کنه؟ اصلا یک چیز چی میگن وجود نداره. یا مثلا میگی که اتوبوس ها و نمیدونم توی سینما ها و چه میدونم توی دانشگاه ها و اینا همه جدا سازی شده. مگر خود سازمان همه اینا رو جدا سازی نکرده؟ سازمان که پمپ بنزیناش هم جدا بوده. آقای عیسی آزادم تعریف میکرد که حتی مردا که میان باید جوراب پاشون باشه و اصلا چیزایی که ایشون میگو خیلی به قول شما محدودیت ها و فیلترهای مضاعف بود به نسبت آخونده در ایران. ببینین این داستان فکر کنم خیلی جالبه که گفته بشه. باز ببینین توی پمپ بنزین اون موقع ها مثلا اومده بودن برنامه ریزی کرده بودن، فرضاً از ساعت فلان تا فلان باید آقایون میتونن برن بنزین بزنن و تا یک فاصله 2 ساعته توش میذاشتن که بعدن زن نه میبخشن، اگه مثلا زنها صبح رفتن بعد از 2 ساعت تازه مردا میتونن برن. فکر میکنین علت این چی بوده؟ اینکه بوی زنی اونجا احساس نشه. والا توی ایران یه آخوندی به مسخره گفته بود که یعنی گفته بود که وقتی خانم‌ها روی یه صندلی میشینن بعد یه آقایی میخواد بیاد بشینه باید صبر کنه که اون صندلی یه مقداری سرد بشه و اون رو مردم مسخره کردن. حالا این شما میگین تو پمپ بنزین هم حتی یه مقداری وقت میدادن که هیچ بو و اثری از اون خانمی که قبلا صبح اینجا بوده نباشه. دوستان کمی فکر کنید واقعا ببینید دنبال چی هستید. و شما یه نکته خیلی جالبی رو گفتید، کسی که میاد حمایت میکنه از دختران انقلاب، خیابان انقلاب، اقلن باید یکی دوتا نمونه تو سازمان خودشون نشون بده. معروفه که رضا شاه وقتی که خواسته از به اصطلاح حجاب، رفع حجاب کنه یا کشف حجاب کنه، اول خانواده خودش، دخترای خودش رو به اصطلاح به صورت اروپایی لباس پوشوند و بدون حجاب آورد تو خیابون تا مردم براشون عادی بشه. من ممنونم که این دکتر رو گفتید و جا داره که آدم کمی فکر کنه. بفرمایید. ببینید ما داشتیم یه بار آموزش نفربر میدیدیم، بعد آموزش نفربر از طریق یکی از آقایون انجام میشه و تمامی ماها خانم بودیم. بعد یک بار ایشون آب خواست، یه لیوان آب خواست بخوره. بعد گفت میتونیم به من یه لیوان آب بیارین؟ بعد یکی از بچه ها پاشد و رفت یه لیوان آب آورد. باورتون نمیشه آقای سربی، سر فقط این یه لیوان آب ما حدود ماها باید گزارش مینوشتیم که چرا ما به این آقا یا به اصطلاح به این برادر یه لیوان آب دادیم. یعنی من الان که برمیگردم به این داستان فکر میکنم میگم خدای من دیگه ارتجایی بودن یه حدی داره. اصلا ببینید ما یک مسائلی داشتیم توی یکی از این عملیات ها، حال یکی از خواهرها بد شد، بعد کسی نمیتونست حملش کنه، آخر سر با کمک چند تا از این برادرها این خواهر رو آوردیم. یعنی واقعا نمیدونی این خواهر اگر اونجا میمرد فکر کنم خدا رو شکر میکرد، چون یک پدری از این خواهر در آوردن، یک بلایی سر ایشون آوردن، یک حرفایی به ایشون گفتن و تمامی ماهایی هم که مثلا اونجا بودیم، یعنی همه ماها رو بردن زیر تیغ که چرا اینو اونجا نداشتیم بمونه بمیره، اگه نمیتونستیم بیارینش میذاشتین اونجا میمرد. من موقعی که داشتم مثلا فکر کنید یه بچه‌ای بودم که
هنوز اصلا هیچ اطلاعی از این ایدولوژی های کذایی سازمان نداشتم. بعد موقعی که ما از مرز می اومدیم، برف میشه گفت تا کمر واقعا برف بود و پای من یخ زده بود. بعد یکی از این قاچاقچیا منو سوار اسب خودش کرد و گفتش که تو مثل خواهر منی، من تو رو تا اون بر مرز میرسونم. بعد من گفتم نه ولم کنین، شما دیگه دیر وقت شده و اینا، چون دیگه داشت هوا روشن میشد. به هر حال اینا به هر ضرب و زوری که بود منو رسوندن این وقت. بعد موقعی که فکر کنین من ببینیم کسی که هنوز هیچ اطلاعی از شما نداره، ایدئولوژی شما رو هنوز کامل نمیشناسه، سن و سالش خیلی کمه، شما اول اگه میخواییم واقعا اینو به عنوان یه هوادار اصلیتون بکنین یا یک آدمی که به هر حال یه نیروی اصلی، اول باید بهش فرصت بدین. اینا یعنی نمیدونین. اونقدر به من انتقاد کرده، چون من همه مسئله گفتن چجوری بود یک نه میبخشین، این برادری که به اصطلاح برادری که پیش ما بود، این رفته بود همه داستانو تعریف کرده بود که آره همیره حالش بد شد، بعد اینا قاچاقچی سوار اسبش کرد و از این هم. یعنی واقعا تا اون یک ماهی که ما توی وان بودیم، اینا تو اون یک ماه پدر منو در آوردن، اونقدر که به من انتقاد کردن، اونقدر که به من گفتن که چرا نموندی اونجا بمیری. یعنی من واقعا تا مدت ها نمیفهمیدم چی شده داستان. من خوشحال فقط بودم که خب خودم رو دارم میرسونم طرف سازمان. اینه این اتفاقا یک نمونه دو نمونه نبوده. ما توی عملیات موقعی که میرفتیم عملیات به قول سازمان عملیات فروب، مجبور بودیم که یکی از خواهرایی که پیش ما RPG خورد و جونش رو از دست داد، باید این رو هم میکردیم. ما حتی مرده ایشون رو، ایشون دیگه جونی نداشت، حتی اون اجازه نداشتیم بدیم که مثلا دو نفر قوی تر از ما به اصطلاح، چون تمامی اون افرادی که توی این داستان آوردنشون توی حداقل توی دسته خانما، همه خانمایی بودن که از آشپزخونه آورده بودنشون، از جایی که اون موقع بودن یادشونه، اصلا بدون هیچ آموزشی، در واقع فقط به عنوان گوشت دم توپ آورده بودنشون. بعد اینا همه میترسیدن، تنها کسایی که دور دیده بودن من بودم و دو نفر دیگه، و بقیه اون خانوما که حدود 6 نفر بودن، اینا هیچ کدوم حتی دوره یه اسلحه معمولی هم ندیده بودن. بعد یکی از بچه ها که دیگه جونش از دست داد، بعد ما میخواستیم که بدیم که دو نفر از به قول معروف آقایون بیارنش، که فرمانده ما با این مخالفت کرد، گفت نه جنازهشو باید ببرید ولی شماها باید ببرید، نباید هیچ دستی به ایشون بخوره، که اصلا دستی هم نمیخورد، چون ما داشتیم با یه برانکار درست کرده بودیم داشتیم با اون میبردیم. یعنی میدونیم منظورم اینه که از این داستانات توی سازمان، یعنی واقعا به طور وحشتناک همیشه وجود داشته و داره، و الان هم که میبینیم که افرادی که اونجا موندن چجوری باهاشون برخورد میشه. زن ببینین اصلا توی این سازمان هیچ وقت ارزش نداشته. ببینین اینا زنها رو انداخته بودن به یک داستان کذایی که به عنوان داستان کذایی میگم رده. ببینین یه روز یکی از همین شورای رهبری که رابطش با من خوب بود، برگشت به من گفتش که بعضی وقتا به ذهنم میزنه که اگه فلان شورای رهبری بمیره جاشو من میگیرم. یعنی ببینین اینا فقط همه رو انداخته بودن به جون هم بدون هیچ هدفی، و تمامی این رده های کذاییشون که الان هم هنوز ادامه داره و سعی میکنن با همین رده ها افراد رو اونجا به قول معروف نگه دارن، به خصوص زنا رو، چون برخلاف اون چیزی که میگن که زنا در واقع قدرت دارن، ولی همه اینا واقعیتشو بخواین واقعیت کذاییه، اصلا چنین چیزی وجود نداره.
اینا فقط یک سرکوب مضاعفه. یعنی واقعا این سازمان یک کاری کرده که من فکر نمی کنم هیچ کسی تا به حال یا هیچ جناحی یا هیچ گروهی تا به حال تونسته باشه اینو واقعا کرده باشه. یعنی یک ظلم وحشتناکی که فقط افرادی میتونن اینو بفهمن که توی اون سازمان بودن. یعنی نمیدونین چه شب چه روزهایی رو واسه ما حروم میکردن به خاطر فقط شاید من یادم یک بار تازه رفته بودم به سازمان، یه بار داشتم توی آینه نگاه میکردم که روسریمو درست کنم. من از اونایی بودم که روسریمو همیشه تا اینجا میکشیدم. به خاطر همون فقط همون لحظه‌ای که من تو آینه ماشین نگاه کردم روسریمو درست کردم، تا مدت‌ها اینا زیر تیغ منو بردن، حرفایی به من گفتن چیکار داشتی میکردی؟ خواستی خودتو خوشگل کنی؟ یعنی میدونین اصلا هیچ مرزی واسهش. آدم وقتی که فکر میکنه به این داستانا میدونین آدم قلبش درد میگیره که اینا ما رو با چه چیزایی مشغول میکردن و با چه چیزایی انرژی ما رو میگرفتن و ما رو مریض روحی میکردن. یعنی من واقعیت رو بخواین به خیلی از خانمایی که نمیان حرف بزنن و سکوت کردن اینا رو میتونم درک کنم. یک انرژی کاملا مضاعف میخواد که شما بتونین واقعا از خودتون بیاین بیرون، چون تمامی این افراد واقعا مریض روحی هستن. من خودم فکر میکنم درسته با شاید البته خب یک چیزی که واسه من دوست داشتم اونم اینجا بگم، شاید کمکی بشه واسه خانمایی که هنوز نیومدن حرف بزنن. من تا مدت ها ببینین کابوس میدیدم. یعنی واقعا من از سازمان جدا شده بودم، هیچ ارتباطی هم دیگه باهاشون نداشتم و در واقع یه کاری کرده بودم که هیچ کس هم از من ارتباطی خبری نداشت. با هیچ فردی هم که از با سازمان هنوز بوده حالا جدا شده یه هرچی ارتباطی نداشتم، من نمیخواستم هم داشته باشم. ولی باور کنین من تا مدت‌ها کابوس میدیدم. یعنی همیشه میدیدم توی منطقه هم. همیشه میدیدم که منو حبس کردن، میخوام بیام بیرون نمیتونم. یعنی اون موقعی حالم خوب شد که اومدم اینجا و حرف زدم، اومدم حرفامو گفتم، اومدم نوشتم، خاطراتمو گفتم و حرفای دیگرونو شنیدم. موقعی که خانم بطل سلطانی اومد و حرفاشو گفت من تازه فهمیدم که، یعنی حتی ببینین ما رو به این روز انداخته بودن که باور نمی کردیم به اون چیزی که خودمون دیده بودیم. یعنی من واقعا بعضی وقتا فکر می کردم شاید من فکر میکنم اونطوری نبوده، در صورتی که واقعیت بود. بود ببینید طرف سوخته بود، داشت توی بدنش داشت میسوخت، ولی هیچ کدوم از این آقایون به اصطلاح برادرها جرأت نمیکردن که فرزن من چه میدونم این لباسشون رو در بیارن بندازن روی این فرد که اینو خاموش کنن. یعنی من نمیدونم روش هایی که یه نفر وقتی سوخته خاموشش میکنن اینه که طرف لباس خودش رو در میاره میندازه که به اصطلاح هوا دور بشه از اون شعله آتش. شما در رابطه با زنها صحبت کردین، یکی از دوستان نوشته زن ستیزتر از فرقه رجوی در هیچ کجای دنیا وجود ندارد، داعش باید بیاد جلوش لنگ بندازه. ضمناً یه ویدیویی رو امروز ما گذاشتیم که اگر وقت به اصطلاح بود بعد از برنامه شما پخش کنیم، ماجرای اون انتصاب خانم مریم رجویه و برای من خیلی جالب بود. من این ویدیو رو چند سال قبلم دیدم که این دوتا مثل دوتا مرغ عشق روی صحنه یا روی سن برای هم ناز میکنن. اون خانم هم انگار که حالا دختر 14 ساله یا 16 ساله است و ولی عمق این فاجعه به اصطلاح نداشتن حق رو اینها نشون میدن. ضمن این که از این استفاده کردن برای تبلیغ و من روی فیسبوک این لینک ها رو میذارم حتما دوستان ببینن. خود خانم رجوی ما میدونیم با وجودی که میگن تو ایران آزادی نبوده و نیست و اینها، همیشه خانم ها ملکه خانه بودن، همیشه آقایون از خانم ها حساب میبرن. حتی جوک هایی داریم که طرف میگه که من طرف هر چی بخواد دروغ بگه قلوف کنه قبول دارم تا جایی که بگه من از همسرم حساب نمیبرم، اون موقع میفهمم که داره دروغ میگه. حالا توی این ویدیو
ببینید با چه خفت و خاری این خانم مریم رجوی به آقای رجوی میگه که شما هر کاری گفتی من انجام دادم. اولا این علامت سواله، چه کاری این آقا به این خانم گفته که ایشون انجام داده؟ ولی میگه حالا این بار از من سوال نکنید چون من این بار نمیتونم بگم. بعد اون آقا هم دست میزنه به کمرش و راه میره و سیگار میکشه و اینها. میگه حالا اگه ما دستور بدیم چی؟ میگه خب دیگه شما اگه دستور بدید من مجبورم که اجرا کنم. دوستان یعنی اینها مثل برده هیچ حقی از خودشون نداشتن. ما در فارسی داریم که وصف العیش نصف العیش، وقتی که یه جا یکی میخواد از خوشی صحبت کنه یادآور اون میشه نصف العیش. ولی این دوستانی که میان وصف این خاطرات، زندانها و دردسرایی که کشیدن، واقعا خود ما دیدیم که مثلا ما یه پلیس نگهمون میداره، یه تیکت بهمون میده تا یه هفته همینجوری اعصابمون خرد میشه. ولی اینا جوونیشون و زندگیشون رو گذاشتن. البته خیلی خوشحالم که این خانم ها هنوز هم جوان به موقع وارد به اصطلاح آگاه شدن و از فرقه جدا شدن. ولی دلیلی که من همیشه از اینها تشکر میکنم این شجاعت شهامتی هست که اینها حاضر شدن بیان. و شما کاملا درست میگی، چندین بار من اینجا ایمیلای داشتم که طرف گفته من هم جدا شدم ولی هنوز اون قدرت رو ندارم که بتونم بیام خاطرات خودم رو برای دیگران بگم. من این قدرت و قوی بودن رو به شما تبریک میگم، ممنونم، گوش میدم، شما بفرمایید. آقای صاحبی، یه مدت پیش داشتم یه فیلمی نگاه میکردم، فیلم در مورد آلمان نازی اون موقع ها بود. بعد واقعا نمیدونین چجوری این فیلم منو برد یه داستان سازمان. بچه‌ای بود که میاد پیش پدر مادرش و پدر مادرش ضد هیتلر بودن، ولی این بچه ها توی مدارس یه طوری آموزش دیده بودن که میرفتن حتی پدر مادر خودشون رو لو میدادن. ببینین توی سازمان کاملا این داستان رسم بود، یعنی همه رو یه جوری به جون هم انداخته بودن و به خصوص میگم زنها رو یه جوری پرورش داده بودن که واقعا نمیدونم چجوری بگم. یعنی واقعا آدم فقط میتونه این داستان رو بفهمه موقعی که اونجا بوده باشه. که ببین ما حتی میترسیدیم، در مورد من خواب دیده بودم که داشتیم توی عملیات میرفتیم، شبش من خواب دیدم که دو تا نفر برخوردن به هم، بعد فرداش همین داستان اتفاق افتاد. بعد من اینو تعریف کردم، یکی از خواهرایی که اونجا بود، یکی از این خانوما، اونقدر به هم ریخت که من فرداش که می‌خواستم متأسفانه دوباره خواب دیده بودم، نمی‌دونین چه انتقاداتی از من شد که دیگه حق نداری خوابتو بگی، چون رفته بود سر اینو گذاشته بود کف دست یکی دیگه، یکی از این مسئولان. یعنی نمی‌دونین هر دقیقه ما، هر لحظه ما، یعنی واقعا همیشه با ترس و لرز بود. یعنی شما میگین جوونی، من یعنی واقعا وقتی فکر میکنم به عمقش که میرم خودم نمیدونم چه نیرویی، با چه نیرویی تونستم اون موقع ها بکشم. یعنی اینا به لحاظ روانی واقعا آدمو چجوری بگم تموم میکردن، یعنی تمامی احساساتتون رو میکشتن. یک بار یک نامه اومده بود، اون اوایل که تازه رفته بودم، بعدن که فکر کنم دیگه نامه ها رو هم اصلا بهمون نمیدادن، نگو خواهر من واسه من یه نامه نوشته. بعد اوایل هنوز میدادن که این نامه رو وقتی به من دادن خیلی طبیعی آدم گریه میکنه، به هر حال همه افراد احساسات دارن، منم طبق اون احساسات و عواطفم یه لحظه گریم گرفت. باورتون نمیشه سر اون گریه اینا چه بلایی سر من آوردن، که تو به چه حقی رفتی گریه کردی؟ و بعدن رفته بودن تمامی کمد منو به هم ریخته بودن و تمامی نامه و یا مثلا من یه دفتر خاطرات اون چیزایی که احساس میکردم اون موقع ها، خیلی دوست داشتم شعر بگم، بعد شعرامو مینوشتم،
رفته بودن تمامی اینا رو آورده بودن بیرون. فقط موقعی که رسیدم، یعنی واقعا من نمیدونم بشه با هیتلر مقایسهش کرد یا بدتر، اصلا میدونین هیچ احساس امنیتی شما اونجا نداشتین، یعنی هیچ احساسی که شما یک انسانی نداشتین. تمامی احساساتتون رو، تمامی حتی انسانیت شما رو اینا میخواستن بکشن. همه فقط فکر این بودن که من چجوری از این سبقت بگیرم. خیلی میبخشیم واسه این رده های کذایی که واسه خودشون گذاشته بودن. من وقتم زیاد نیست، راستش میخواستم یه موضوع خیلی مهمی هم که در رابطه باش حرف بزنم، اگه وقتمون دوباره برمیگردیم به یه سری از خاطرات. ولی یه سوالی که از من شده بود در رابطه با قطع مستمری افراد جدا شده توی آلبانی هستش که دوست داشتم به این داستانم اشاره کنم. ببینین از ابتدای سال جدید میلادی سازمان اقدام به این کرد که مستمری افراد جدا شده را قطع کرد و کسایی که واسه گرفتن مستمریشون رفته بودن خیلی بیشرمانه جلوی اونها یک کاغذی گذاشت که مضمون اون اعتراف به خیانت و خونخواری از خون شهدا بودش. و اما علت این کار غیر انسانی داستان در واقع سازمان چی میتونه باشه؟ ببینین سازمان برخلاف تعهدی که خودش پذیرفته بودش که هزینه افراد جدا شده رو به عهده بگیره و بپردازه، ماه ژانویه به نفرات ابلاغ کردش که اولا باید برگه سراسر تحقیر آمیزی رو امضا کنن و 45,000 لک معادل حدود 321 اورو هستش رو به حدود 30,000 لک یعنی حدود 214 یورو کاهش داد. و اما علتش چیه خیلی پرسیدن. ببینین علت این هستش که مستمری ناچیزی که در واقع اینا میدادن میخوان اینو اهرمی برای سرکوب و جاسوسی و خبرچینی بکنن. در واقع افرادی که جدا میشن و یه طوری هنوز زیر در واقع تو دستشون بگیرن، تحت کنترل داشته باشه. درسته. و من خواهش میکنم هموطنانی که اگر میتونن به این افراد کمک کنن که به هر ببینین اینا توی چاله آلبانی الان گیر کردن خیلی ها و متاسفانه هیچ کمکی هم از هیچ طرفی ندارن و در واقع فقط کمک افراد بیرونیه که اینا بتونن این آخرین حلقه‌های اسارت رو که سازمان میخواد به نحوی به دست و پای اینا بپیچه رو خونسا بکنن. و علت دیگه هم اینه که ببینین که بتونه جلوی موج ریزش افراد دیگه شو بگیره. ببینین به هر حال این افرادی که توی آلبانی موندن و جدا شدن هرچی بهشون سخت‌تر بگذره به هر حال سعی میکنن که سریع‌تر از اونجا به هر نحوی که شده بیان بیرون و این یک برگه به هر حال برنده است واسه سازمان، چون این افراد آزادانه میرن توی شهر، به هر حال دیده میشن. افرادی که هنوز سازمانن در واقع با حسرت به اینا نگاه میکنن و این خودش یک عاملی میشه که خب اون یکی هم به هر حال حواس میکنن که از سازمان میان بیرون یا جرأت میکنن، در حال یه زمانی شاید به این جرأت برسن. و چون سازمان از این داستان ترس داره سعی میکنه که هرچه بیشتر فشار رو روی این افراد بیشتر بکنه، که البته میگم امیدوارم که هرچه زودتر این افراد بتونن واقعا به هر حال با کمک هایی که شاید هموطنانمون بکنن از اون داستان بیان بیرون و بتونن خودشون رو نجات بدن. خانم محمد نژاد، اگه کسی بخواد کمک کنه چجوری میتونن با این دوستان تماس بگیرن؟ چون من متوجه شدم شما گفتین یکی دو نفر از اینها گفتن که مایل نیستن حتی اسمشون رو هر جور بگن، یعنی یه ترسی وجود داره. و ضمناً آیا اینها منتقل شدن از اون آپارتمان ها به اون
قلعه یا هر جایی که میخواستن برن، یا هنوز در به اصطلاح شرف هست که اینها همه رو انتقال بدن به اون ساختمان، به اون جایی که مثل که یه پادگان ارتشی هست، یه چیزی اینجوری مثل که دیگه هست. ببینین اینا رو تا جایی که من خبر داشتم توی یه آپارتمانایی بهشون داده بودن که اونجا ساکن بودن. من خودم واقعیتش بخواین این اطلاعاتو از افرادی که هنوز اونجا هستن و با افرادی که اینجا هستن که همین که شما گفتید نمیخوان هنوز اسمشون گفته بشه، با اونا ارتباط دارم و تا اونجایی که میتونیم در واقع خودمون سعی میکنیم کمک رو به یه جوری به اونا برسونیم، ولی میدونم متاسفانه خیلی اعتماد ندارن، اطمینان ندارن که بیان پولشون رو دست هر کسی بدن. میگم این فقط یک داستان اعتماده که هر کسی اگه تونه بخواد اعتماد کنه میتونه به انجمن ما خبر بده و ما به هر نحوی که شده به هر حال راههایی داریم که بتونیم این پولو دست این افراد برسونیم که بتونن از اونجا به هر حال از طریق قاچاقچی یا هر چی به هر حال خودشونو برسونن به این برمر. میگم راه آسونی نیست ولی راهش وجود داره. بسیار ممنونم از شما. دوستان عزیز اگر سوالی دارید یا نظری دارید در رابطه با صحبتایی که خانم همیرا محمدنژاد و بعدم خانم زهرا معینی خواهند داشت، میتونید به کانون آوا مستقیما تماس بگیرید، میتونید به انجمن زنان ایران تماس بگیرید، یا اینکه از طریق ایمیل و تلفن با تلویزیون مردم تماس بگیرید و پیام‌های شما، نظرات شما به این دوستان فرستاده میشه، در برنامه‌های آینده پاسخ خواهند داد. بازم از شما ممنونم، اگر صحبتی دارید بفرمایید، در خدمت هستیم. نه من فقط می‌خواستم یه اشاره کوچیکم به این داستان بکنم، علی‌رغم اینکه سازمان ببینین تمامی این فشارا رو الان میاره یا آورده، ولی خوشبختانه هنوزم نتونسته موج جدا شدن افرادش رو بگیره و حتی توی همین چند دو سه هفته پیش دوباره دو نفر جدا شدن که البته خب میگم اسمشون رو ما نمیتونیم الان اینجا اعلام کنیم که یکشون خانم بود و یکشون آقا. یعنی سازمان هر تلاشی هم که میکنه به هر حال موج ریزشش هست و افراد به هر حال خدا رو شکر شاید به اون نقطه رسیدن و دارن میرسن و سازمان هم از این داستانا ببینید میترسه و دیگه نمیتونه. فقط فکر میکنم چون الان من بیشتر در رابطه با خانوم ها دوست داشتم صحبت کنم و سعی کردم تو این رابطه هم خودم رو متمرکز کرده باشم، فقط دوست دارم اینجا بگم که خانوم هایی که هنوز به هر حال جدا شدن ولی هنوز میترسن یا به هر دلیلی، دوست دارم به عنوان شخص خودم بگم که ببینین این ترس ها وجود داره، برای اینکه سازمان یک عمر روی مغزای ما کار کرده، یک عمر ما رو سرکوب کرده، ولی ببینین بیانه هاش بیرون هستن، بیانه های مثل خانم سلطانی هستن که اومدن و حرفاشون رو گفتن و هنوز هم میگن و این سازمان ببینید هیچ کاری نتونسته بکنه، هیچ غلطی نتونسته بکنه. بس لطفا نترسین، بس بیاین حرفاتون رو بزنین، چون این در واقع یک ببینید نقطه رهایی واسه خودتونه، نقطه رهایی واسه ذهن خودتونه، واسه روح خودتونه که شما آزاد بشین از تمامی این فشارهایی که سالیان سال این سازمان روی شما آورده. من در واقع نقطه آزادی خودتونه، شما هیچ وابستگی به هیچ جایی ندارین. اگر ببینید سازمان تهمتاشو خواهد زد، همونطور که داره واسه ما میزنه، همونطور که در رابطه با من، در رابطه با خانم زهرا معینی، در رابطه با خانم بتول سلطانی داره میگه و حتی در رابطه با حتی آقایان میگه،
این کار سازمان خواهد کرد. ولی شما فکر اینو بکنین که آیا تا به حال تونسته کاری پیش ببره؟ اجازه بدین خانم محمد نژاد، چون شما گفتید سازمان نتونسته تا حالا غلطی بکنه، بگیم که غلط انجام دادن، حتی در کشورهای اروپایی به شما و دوستان شما حمله کردن، ولی این مقاومت و ایستادگی شما بوده که باعث شده به اونها نشون بدید که ما با این حرکات غیر انسانی شما از میدون بیرون نمیریم. یکی از دوستان به انگلیسی نوشته که Well, I would like to ask this brave lady that how does it feel to be free and please explain. میپرسن که اولا به شما میگن این خانم شجاع و مایل هستن از شما سوال کنن احساسی که دارید امروز در این دنیای آزاد چی هست. یه دوست دیگه هم سوال کرده که سلام آقای سوربی، اگر مثلا ممنون از برنامه روشنگری که دارید، لطفا از مهمان برنامه بخواد که اگر مایل هستن درباره فساد اخلاقی و سوء استفاده هایی که از خانم ها می شده در سازمان کمی توضیح بدن. اجازه بدید من به ایشون بگم که ویدیوهایی موجود هست که خانم بتول سلطانی و دیگر دوستان ما صحبت کردن. اگر لطف کنن این دوستان اون ویدیوها رو نگاه کنن، بعد از خانم ها مخصوصا از دوستانی که در انجمن زنان هستن خواهش میکنم که یک برنامه ای رو مجددن بذارید، چون تو کار تلویزیون این رسمه که هر 6 ماهی، 1 سالی، 2 سالی دوستان جدیدی میان، حتی اونایی که اینا رو قبلا دیدن براشون تجدید خاطره بشه. من خدمتون گفتم خود من ویدیوی این انتصاب خانم یا خواستگاری آقای رجوی از خانم مریم رو دیدم و امروز که دیدم اصلا همینجوری که شما میگید که ما چجوری قبول میکنیم یه همچین چیزی رو، از خودم پرسیدم تو مثلا سوربی چجوری اینو چند سال پیش دیدی و اینقدر عصبانی نشدی، ولی امروز اینقدر عصبانی میشی، اینقدر میفهمی که تو این سازمان به خانم‌ها چقدر ظلم شده. در صورت این پیشنهاد خوبیه که یک برنامه رو اختصاص بدیم فقط بانوان عزیز بیان هر کدومشون از خاطرات خودشون و خاطرات افراد دیگه‌ای که احتمالاً نمیخوان جلو تلویزیون باشن درباره فساد اخلاقی و سوء استفاده هایی که این سازمان به خصوص خود آقای رجوی از خانم ها کرده. من بازم از شما ممنونم، ببخشید حرفتون رو قطع کردم، من ساکت میشم، شما صحبت. ایشون سوال کردن در مورد احساسی که من امروز دارم. واقعیت چه بخواین، امروز صبح یکی از همکارای آلمانی داشتم در رابطه با اینکه امروز قراره بیام اینجا صحبت کنم بهش میگفتم، بعد برگشت گفتش که همیرا چه احساسی داری؟ من زیاد نمیتونم درکت کنم چون نمیدونم، به هر حال من یه آلمانیم، ولی اون جایی که تو بودی آیا پشیمونی از اینکه اونجا بودی؟ چی جوری اصلا احساساتت؟ بهش برگشتم گفتم ببین پشیمون نمیتونم بگم واقعیتشو، چون من فکر میکنم علی رغم این که به هم خیلی سخت گذشت ولی فکر میکنم منو ساخت. من توی زندگیم سعی کردم همیشه حتی از اتفاقای بدی که واسم میفته به عنوان یک نقطه شروع و نقطه مبدع از اون استفاده کنم و بتونم آیندهمو بسازم. و وقتی که کلن نگاه میکنم ببینین، من موقعی که اومدم از سازمان بیرون به لحاظ شغلی رفتاری بگم مشکل داشتم و حتی طوری که اون اوایل که داشتم دورم رو شروع کرده بودم، اینجا میگیم آسپیلدوم، به من خیلی ها میگفتن که تو انگار از یک ارتش اومدی، چون رفتاران برها خودشون نشون میداد که آدم نرمالی نیستم. بعد ولی و خیلی واقعا میگم توی بلحاظ کاری ضربات زیادی خوردم تا تونستم قدم به قدم خودم رو بکشم بالا، ولی نمیدم لیدین احساس آزادی دارم، احساس اینو دارم که خیلی چیزا یاد گرفتم و میتونم الان، شاید زمان طولانی لازم داشتم واسش، ولی از تمامی اون اتفاقایی که واسم افتاده بود میتونم استفاده کنم، میتونم به بقیه کمک کنم.
من به قول معروف توی یکی از شغلای دومم توی جامعه ایرانیایی که با من آشنان کمک کردنم. بعد همیشه میگن که تو همیشه آماده کمک کردنی. میگم برای این که ببینین، فکر میکنم خودم چون احساس میکنم نیاز داشتم به این کمک و چون سالیان سکوت کرده بودم و باید خودم خودمو میکشیدم از این داستانا بیرون، چه به لحاظ اینکه روحیم و چه به لحاظ اینکه بتونم حتی رفتارم رو درست کنم، به اینکه خودمو تطبیق بدم با جامعه اینجا. اوائل واسه من تطبیق دادن توی یک جامعه معمولی، ببینید بچه‌ای که رفته توی یک سازمانی که بهتون گفتم چند نمونه چجوری با ما چه کارایی کردن و حالا توی یک جامعه عادی معمولی باید بیاد خودشو اصلا بشناسه که من کی هستم، جامعه اصلا کی هست، جامعه چی هست، افراد دورورم رو بشناسم، اخلاقاشون رو بشناسم، جامعه رو بشناسم. اول اینو میگم. ببینید اینا زمان خواست، ولی واقعیتشو بخواین هر وقت که بر میگردم به عقب یک احساس غرور به هم دست میده. میگم این منم که تونستم از تمامی این داستانهایی که شاید خیلی هم پشارون بود ولی به صورت مثبت استفاده کنم. پس من خیلی جلوتر از شاید از خیلی از افراد هستم. میشه گفت بشار... شما قدر آزادی رو بیشتر از ماها میدونید. شکست استخوان داند بهای مومیایی رو. درسته. یعنی واقعا هر روزی که توش هستم خیلی از دوستان به من میگن تو همیشه لبندگی سرزنده، چجوری میتونی اینطوری باشی؟ میگم من که لذت میبرم. من یک و داستانی هم که هستش که خیلی آینم باز بهم گفتن، میگن تو از هیچ فرصتی رو از دست نمیدی، همیشه سعی میکنی که تمامی نقطه‌های زندگی تو پر کنی. میگم که برای اینکه ببینید وقت واسه من خیلی ارزش داره. برای اینکه شاید به قول شما به هر حال ما تو دورانی بودیم که میدونین وقتمون رو به چیزهای بیهوده خیلی میگرفتن و الان چی میگن؟ وقت مال منه. شما ارزش وقت رو بیشتر از ما میدونید و میتونم اونو واقعا استفاده کنم ازش. واقعیتش رو بخواین نه، من پشیمون نیستم، چون به هر حال من همیشه گفتم راهی بود که خودم انتخاب کرده بودم، حالا چه با ذهن بچگی یا چه با به هر حال تأثیرات خانوادگی، تمامی اینا به هر حال چیزایی هستند که متأثرن توی کار کرده ما، ولی پشیمون از این داستان ها نیستم چون فکر میکنم که پیش روی من بودن و الان هم تو نقطه خوبی هم و میتونم با غرور بگم و واسه همینم چون شاید اینو با غرور میتونم بگم، با غرورم میتونم بگم که مطمئنم تمامی اون افرادی که از سازمان جدا بشن یا جدا میشن میان بیرون، همشون میتونن زندگیشون رو بسازن، همشون میتونن علی رغم تمامی، چون بعضی ها ممکنه بگن خب شما خیلی زودتر اومدین بیرون، درسته اینو بهتون حق میدم، ولی باز هم میشه ساخت. یعنی تو هر نقطه‌ای به نظر من تو هر زمانی باز انسان میتونه، همین که میگم بیاین حرف بزنیم، میتونیم زندگی خودمون رو بسازیم، با تمامی مشکلاتش مبارزه کنیم، چون قدرت انسانی رو خدا فکر می‌کنم دست ماها داده و اگر خودمون رو برترین مخلوق میدونیم پس میتونیم از عهده‌ش هم بر بیاییم. آقای صبحی خیلی ممنون از فرصتی که بهم دادین. خواهش میکنم. و خیلی ممنون از بینندگانی که اینجا بودن و به هر حال خوشحالم که میتونم اینجا باشم و حرفامو بزنم و انشالله که باز هم در فرصتی پیش بیاد که بتونیم اینجا باشیم. خیلی ممنون. بسیار ممنونم از شما دوستان عزیز. خانم همیرا محمد نژاد با ما بودن. اگر لطف کنن بعد از برنامه به من گفتن که کار دارن، ولی بعد از اینکه کارشون رو انجام دادن یا فردا روی فیسبوک به دوستان
که لطف کردن و آمدن سوال کردم اینها، اگر باز هم لازم هست که جوابی داده بشه ایشون جواب بدن. من برای شما بهترین ها را آرزو میکنم و خوشحالم که آزاد هستید. خوشحالتر این که به اصطلاح غمگین نیستید که از دست دادید و به عنوان یه تجربه‌ای ازش استفاده میکنید که فردای بهتری داشته باشید. آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم و از شما خداحافظی میکنم. امید این که در برنامه های آینده با شما باش. روز روزگار بر شما خوش. متشکرم. خب دوستان عزیز، اجازه بدید که بریم سراغ خانم زهرا معینی و ایشون هم قبلا بارها مهمان برنامه بودن. من ازشون ممنونم. ویدیوهای این دوستان هم در کانون آوا موجود هست، هم روی یوتیوب. اگر اسم این دوستان رو به اصطلاح تایپ کنید یا روی گوگل، این ویدیوها چه از طرف مردم تیوی بایگانی شده باشه چه از طرف کانون آوا به اصطلاح اونجا میاد. ببخشید من اسم ایشون رو هنوز همیرا دارم اینجا، بذارید اسم ایشون رو هم. بله، خانم زهرا معینی از آلمان. با سلام خدمت شما و با خوش آمد. ضمن این که دوستان سوال میکنن که دارم فکر میکنم سیاستمداران غرب با این همه شاهد زنده زن در مورد ظلم هایی که این فرقه علیه اعضایش به خصوص زنان دارد چگونه میآیند با این فرقه عکس یادگاری میگیرند. چه جالبه که یک ویدیویی ما امروز داریم که روی فیسبوک خواهیم گذاشت، مریم رجوی استخدام سیاهی لشکر که هم سخنرانان اجاره ای هستند و هم تماشاچی ها. این جواب اون دوستم. یه دوست دیگه سوال میکنه که خانواده های اعضای فرقه رجوی در ایران چگونه نگاهی دارن نسبت به این فرقه. ما با خانواده های اعضای باقی مونده در سازمان هم صحبت کردیم، اون ویدیوها رو هم میتونید ببینید. بازم فکر خوبیه که از اونها دعوت کنین تا باشن با ما در برنامه‌های آینده. من ضمن خوش آمد به خانم زهرا معینی از ایشون میخوام که درباره این تاپیکی که روی پوستر برنامه نوشته بود، حجاب و پوشش زن، مخصوصا این به اصطلاح جریاناتی که تو ایران انجام شده و خانم ها میان و روسریشون رو بر میدارن و مردم هم به اصطلاح اونها رو تشویق میکنن، ولی میبینیم که همچنان خانم رجبی در مهمانی ها حتی وقتی مهمان ها به اشتباه دست دراز میکنن ایشون دست شعب میکشه و روسری هم هنوز هست، لباس های رنگین و گران، ولی از اون طرف تظاهر به حجاب و روسری و اینها جای خودش رو داره. بفرمایید این شما و این هم بینندگان و شنوندگان ما. با سلام خدمت شما آقای صبی و بینندگان محترم مردم تیوی. بله، من امروز خیلی دیدم که همیشه خانم رجوی زیر هر پرچمی که رسید سینه زد در رابطه با برابری زن و مرد، جامعه بی طبقه توحیدی، حقوق بشر و و و زندان ها، زندانی سیاسی و همه چی. ولی واقعیت همینطور که خانم محمد نژاد هم گفت، این فقط تو شعاره، تو عمل یعنی هیچ پایبندی به این اصول نداره. پوشش فقط یعنی فقط میخواد از اون سوء استفاده کنه برای فشار روی همه، فرق نمی کنه زن یا مرد. ببینید آقای صبی، زمانی که من در فرقه رجوی بودم، خب من انشالله در دفعه آینده حتما میگم که چجوری اومدم، ولی خب از عراق که خارج شدم با خانم رجوی اومدم، جزو تیم حفاظتیش بودم. ما توی دنیای بسته بودیم، فکر میکردیم ما تو محور عالم هستیم، همه توجه ها به ماست، یعنی اینجوری به ما نشون میدادن. ما که اومدیم اینجا، من دیدم اصلا
ایرانیایی که میگه این همین جمعیت ایرانی، اصلا همچین چیزی وجود نداره. منو فرستادن آلمان برای پناهندگی. بعد از اون یه کیس پناهندگی داده بودن که به خدا دادستان کل آلمان نتونسته بود اونو قبول کنه. یعنی یه چیز خیلی بزرگ و سنگینی رو برای من داده بود که ایشالا اینا در فرصت‌های بعدی. در رابطه منو از آلمان فرستادن نروژ که من بشم مسئول ایرانیایی که در کشور نروژ هستن. بعد از یه مدتی که گذشت من، یعنی خانم رجبی خواست که با همه مسئولین دیدار داشته باشه، ببینه که اوضاع چطوریه، ببینه که آیا مسعود رجبی که به ما گفت اروپا رو یخ زده، ما تونستیم این یخ رو وا کنیم. خب من با ایرانیای مختلفی سر و کار داشتم که در رابطه با حجاب، در رابطه با پوشش از من سوال کردن. خب ما رفتیم، من از سوئد اومدم سوئد، از سوئد پرواز کردم دوسلدورف آلمان، چون فرودگاه دوسلدورف مثل فرودگاه فرانکفورت انقدر چک و کنترل نمیشد اون زمان. خلاصه ما از اونجا اومدیم رفتیم فرانسه. تو نشستی که بود خانم رجبی پرسید که خب شماها که اومدید اعضای جدید چجور میبینن اروپا رو، اعضای قدیمی چیکار کردن، یعنی کمبودها کجاست، کجا خلأ دارید. من پاشدم و ازش سوال کردم که خانم رجبی، خواهر مریم، ما در رابطه با حجاب بعد از سرنگونی چجوریه، یعنی ما چه کار باید بکنیم؟ سوالیه که خیلی ایرانی ها میان از ما میپرسن. و پوشش، چون این پوششی که الان خب من مثلا تونیک شلوار پوشیدم رو سری دارم، من مجاهدم، ولی اونی که اینجا بزرگ شده اون مجاهد نیست. به خدا خانم رجبی 5 دقیقه سکوت کرد، یعنی نمیتونست جواب من رو بده، من عضوش بودم. بعد خب افرادی که اونجا بودن تهمتهایی که زدن، یعنی واقعا لهم کردن اول با فحشایی که دادن. بعد خانم رجبی برگشت گفتش که یک بار برای همیشه اینو میگم، حجاب حجاب اسلامیه، زنها در رژیم آخوندی مثل فنر جمع شدن، ما باید طوری انقلاب کنیم که این فنر هیچ وقت باز نشه. خب این کجاش یعنی دموکراتیک بود؟ اینشون که میگفت جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران. بعد گفتم خب خواهر مریم، نسلیه که توی اروپا، تو آمریکا داره بزرگ میشه، نمیتونه مثل من باشه، نمیتونه مثل من لباس بپوشه. برگشت گفتش که نه، اگر فردای انقلاب ایران کسی خواست بی حجاب بیاد بیرون، یا کسی خواست با لباس نمیدونم لخت بیاد بیرون، لخت که یعنی بیاد بیرون، ما اول باهاش حرف میزنیم، بعد از اگر قبول کرد که هیچی، اگر قبول نکرد فرداش عکس اون شخص رو توی روزنامه میزنیم، انتقادش هم کنارش مینویسیم. خب از اون بعد دیگه این چیزایی که به من گفت، دیگه بعد از اون دیگه اجازه ندادن من از خانم رجبی سوالی بکنم. ولی من بد بهایی رو دادم آقای سوروی. برای من، برای اینکه من برگردم نروژ دوباره، اول گفتم باید بیام آلمان که کارهای پناهندگیمو انجام بدم. خیلی خوب، من اومدم آلمان،
کارهای پناهندگی رو انجام دادم، بعد که میخواستم برگردم بهشون گفتم پاس من سوئدیه، من باید یه پاس دیگه داشته باشم چون دستگیر میشم. گفتن نه، تو رو ما یه هوادار ایرانی تو رو چیز میکنه، میبره ردت میکنه، از آلمان میری، میری دانمارک، از دانمارک میری کوپنهاگ، از اونجا سوار کشتی میشید میرید. و به کسی هم که پاس اون رو داده بودن به من گفتن که اون بره به پلیس اعلام کنه پاسش دزدیده شده. بعد از اون خیلی خوب ما سوار کشتی شدیم رفتیم و پلیس ساعت 6 صبح تو بندر یوتوبوری منو گرفت. منو گرفت که اول خواست دیپورت کنه به ایران. من سریع بهشون یک کیس سیاسی دادم، اینا دوباره منو برگردوندن تو زندان، منتظر شدن اداره خارجی ها بخواد منو قبول کنه، که اثر انگشت من که در اومد فهمیدن که من توی آلمان پناهنده شدم. ببینید یک سوال من مصادف شد به این که بخواد دولت اسکاندیناوی منو بخواد برگردونه ایران. خب بر نگردون، ولی من تاوانش رو 3 هفته زندان بود که کشیدم. 3 هفته زندان، چون دولت آلمان قبول نمی کرد، می گفت همه چی، چرا تو رفتی، چرا به ما نگفتی، خلاصه کارای اداری بود. چه سالی بوده خانم معینی این حرفا رو که مریم رجبی به شما گفته بود؟ سال 73 ایرانی، 1373. بله احتمالا تا حالا چیزی هم تغییر نکرده دیگه، همون فلسفه‌ای که در رابطه با حجاب داشتن همون رو هنوز هم داره. ببینید فقط کینه‌ای که مریم رجبی از من به عنوان اینکه پاشدم جلوی بقیه ازش سوال کردم، ما بعد از انقلاب و رفتن ما به ایران حجاب و پوشش چجوریه، که این خانم یعنی نتونست جواب منو درست بده و کینه به دل گرفت، حاضر بود منو دولت اسکاندیناوی برگردونه، ولی این بتونه اگه من برگردم ایران خب شاید دولت ایران منو بگیره اعدام کنه. اونا اون موقع میان میگن مقصر کی بود؟ مقصر دولت اسکاندیناوی بود. میدونی این چیز رو بازی میکنن، یعنی ما افرادی که هستن توی سازمان مثل مهره های شطرنج باهاشون بازی میکنن، یعنی تا آخرین لحظه. ببخشید، یعنی بعضی وقتا اعضای خودشون رو به خطر میندازن که بعد اینکه از بین رفته حالا یا دولت جمهوری اسلامی یا یکی دیگر رو به اصطلاح سرزنش کنن ولی خودشون یه اعتباری بگیرن، درسته؟ بله واقعیت واقعا همینطوره. ببینید من زمانی که از بندر یوتوبوری منو سوار کشتی کردن که بفرستن دانمارک، چون من با کشتی رفته بودم، با کشتی هم باید برم میگردوندن، من از اونجا یعنی وقتی که کشتی حرکت کرد زنگ زدم به پایگاه مجاهدین توی کل، بعد گفتم که تو با من چه کار کنم؟ گفت ببین اسم سازمان رو نمیاری، تو اصلا نباید بگی مجاهدی. گفتم یعنی چی؟ اینا منو بر میگردونن. گفت خب تو چی گفتی؟ گفتم خب جونم در خطره چیکار کنم؟ گفت همونو بگو، هیچ وقت اسم سازمان رو وسط نمیاری، چون سازمان اینقدر سنم داره که یا سنم توش گمه. من این جمله رو اون موقع فهمیدم. گفتم یعنی چی؟ گفت یعنی به هیچ وجه تو نباید بگی مجاهدی، نباید بگی
مثلا با ما بودید، نباید بگید با ما ارتباط داره، چون وکیل سازمان هم برای تو هیچ کاری نمیتونه بکنه. حالا این همون سازمانی که همیشه ادعا میکرد برای هر کدام از شما 3 تا وکیل همیشه آماده است که مشکلاتتون رو حل کنه. اجازه بدید از آقای قربانعلی حسین نژاد تشکر کنم. ایشون نوشتن که درود بر خانم ها معینی و محمد نژاد. اطلاعیه مریم رجوی در مورد اعتراض زنان به حجاب اجباری واقعا مفتضح است. نوشته زنان بی حجاب را دستگیر میکنند، در حالی که در ایران زن بی حجاب وجود ندارد. یعنی مریم رجوی نمیتواند ببیند و بگوید زنان حجابشان را بر میدارند و در اطلاعیش نوشته سرکوب زنان به جرم نداشتن حجاب، در حالی که نداشتن حجاب در کار نیست، برداشتن حجاب است. ولی مریم رجوی اگر بگوید برداشتن حجاب، اول باید خودش و زنان فرقهش حجاب را بردارند، چون در غیر این صورت خلق قهرمان ایران از پیشتاز خودش و رهبری مقاومتش و رئیس جمهور مقاومت رهبر انقلاب نوع مردم ایران جلوتر افتاده و خانم رهبر مقاومت زنان ایران عقب افتاده است. این را نمیتواند بپذیرد. لذا این کار زنان ایران را که یک جنبش اعتراضی و سیاسی است به حد وجود زن بیهجاب عادی و غیر سیاسی پایین آورده است. ممنون از ایشون. ببخشید که حرف شما رو قطع کردم، بفرمایید. ببینید من یه مختصری از این گفتم که با اعضای خودش چه کار میکنه. من اون موقع هنوز ماهیت کامل سازمان رو نشناخته بودم، ولی وقتی که دیدم اینجوریه گفتم من چرا باید وقتم رو، هدف من آزادی مردم ایرانه، نه که اسارت، نه که مثلا من برای من این اتفاق بیفته ولی مریم در بهترین جا باشه. ببینید این وقتی من به این نقطه رسیدم ای که اومدم، آقای حسین نژاد درست میگه. ببینید چون خانم رجوی واقعا زد، یعنی اون روی سکه خود دولت ایرانه، حداقل تو دولت ایران اون اسمش مشخص شد. ببینید خانم ویدا رفت روی اون سکو، رو سریشو برداشت. اینا انقدر ترسیدن که حتی اون عکس کلیشه‌ای که تمام رسانه‌های دنیا توی تلویزیون ها توی تمام روزنامه ها چاپ شد، زن خیابون انقلاب ایران، حتی ترسید اون رو چاپ کنه، به خاطر اینکه اگر اونو چاپ میکرد به زنای خودش چی باید میگفت. ببینید کسایی که بودن میتونن بیان بگن. مسعود رجوی تو یکی از همین نشستاش در رابطه با حجاب و پوشش همینها رو بیان میکنه. واقعا من متاسفم برای آقایانی مثل فیلابی، مثل امثال این آدمای شورایی. ببین میگفتش که ما جمهوری اسلامی، مذهب شیعه، ما معتقد به حجاب اسلامی هستیم، ما اگر میگیم برابری زن و مرد، اگه در رابطه با پوشش اینجوری میگه، فقط میخوایم این شورایا رو خر کنیم، خیلی عذر میخوام، اینجوری میگفت. ببینید این با به نفراتی که بهش اعتماد کردن اومدن وقت میذارن، آقای هزارخانی و آقایون دیگه، خانومهای دیگه که رفتن شورای مثلا ملی مقاومت رو تشکیل دادن و به اسم ببین مجاهدین یه طرف قضیه، شورای ملی مقاومت یه طرف قضیه، در صورت که این دوتا یکی هم، فقط به خاطر اینکه بخواد نیرو جذب کنه، اینا رو با اون چیز نگه داشته. ببین انقلاب ایران تو یکی از همین چیزاشون، یا الان نگاه کنید برنامه 8 مارس روز زن رو اینا 29 بهمن اجرا کردن. واقعا آدم میگه یعنی چی؟ یعنی این خانم انقدر چیزش رفته، حواسش پرت شده، یعنی دیگه کار نمیکنه. 8 مارس یه روز جهانیه،
نه 29 بهمن. ببینید همینطوری تاریخ ها رو اینا برای خودشون ثبت میکنن. اون چرا نمی از زنایی که روسریشون رو برداشتن اعتراض به حجاب اجباری، اعتراض به پوشش کردن، نمی آیی حرف بزنی ولی می آیی در رابطه با زنان می خواهی صحبت کنی؟ خانم رجب اصلا چی داره که بگه؟ به خدا آقای صحبی اگر همین عکسایی که برای شما فرستادم رو میتونید نشون بدید؟ بله نشون دادم، حالا بازم نشون میدم. ببینید همین خانمایی که اجاره‌ای‌ان، خب اینا خودشون میدونن بهتر از من، بهتر از خود خانم رجوی میدونن که خانم رجوی توی ایران، تو جامعه ایرانی هیچ جایی و جایگاهی ندارن که اگه داشتن تا به حال اینا هزار بار انقلاب کرده بودن. ببینید اینا فقط پول میگیرن، میگن که خب کسی اینجا کسی به یک نفر بریم فروشگاه خرید کنیم یه سنت کم داشته باشیم، ما باید جنس رو برگردونیم. کی میاد یه دفعه $10,000 به آدم بده؟ فقط این افراد اجاره‌ای هم که دارن اونجا پشت سر خانم رجوی وامیستن، فقط میگن تو وقتی هست میکنیم ازش. یعنی خانم رجوی اینا نمیتونه بفهمه، نمیتونه درک کنه، میدونه ولی نمیخواد قبول کنه، چون اگه قبول کنه میخواد اون 800 نفر 1000 نفری که توی آلبانی گرفته اونا رو میخواد چی جواب بده؟ ببینید اون اگه بیاد بگه که مثلا خانمای توی ایران به خاطر حجاب، ببینید خانمایی رو که آورده توی آلبانی تقریبا نیمه اروپاییه، اینا با چه لباسایی میان بیرون؟ این خانما هنوز همون لباسای تونیک شلواره 30 سال قبل دارن میپوشن. از یعنی واقعا اگه میرن بیرون همه بهشون جور دیگه ای نگاه میکنن، همون که حالت لباس نظامی داره. بله فرق نمیدونم گشگل و گشاد، نمیدونم اصلا انگار که ما توی غار دارن اینو زندگی میکنن. این واقعا برای آدم تأسف داره که بگه در قرن 21 دارم زندگی میکنم که با همچین آدمایی، یعنی نمیخوان بفهمن، نمیخوان درک کنن که دیگه گذشت، سال 57 گذشت، سال 60 گذشت، سال 64 گذشت، انقلاب ایدئولوژی. آخه من نمیدونم خانم رجوی چه دستاوردی داره واسه زنای ایران. بالا هر موقع که مردم ایران سال 88 یادمه یه بار مردم ایران قیام کردن به خاطر میگفتن چی؟ رأی ما، به خاطر رأیشون رفتن انتخابات. بله آره. بعد خانم رجوی درست یادمه برگشت کرد این مردم که فکر کنم حدود 3 میلیون توی تهران رفته بودن تظاهر، گفت این مردم به خاطر ما رفتن. روز بعد همه مردم نشستن تو خونه هاشون. ندا آقا سلطان خواسته یا ناخواسته کشته شد. اومد دید که خب پدر مادرش عکس بی‌حجابیشو گذاشتن، مدرنشو روسریش دارش و اینا، دید که مثلا خب ایرانیا تندیس اینو درست کردن منتها بی‌حجاب، این خانم برداشت تندیسشو درست کرد با روسری. بعدم برگشت که ندا آقا سلطان به خاطر ما کشته شد، که پدر مادرش مجبور شدن بیان بگن اصلا بچه ما سیاسی نبوده. ببینید واقعا اگر اون خانم مثلا ویدا کشته می شد شاید برای اینا سمبول می شد، ولی چون آزاد شد، چون اومد بیرون و دید نه اون کشته نشد، این اعتراض مثلا به شهرهای دیگه هم کشیده شد، افراد دیگه هم اومدن این کار رو کردن، خانم رجوی هیچ حرفی نزده. واقعا من نمیدونم وقتی که میاد میگه من مدافع زنان ایرانم، خب چرا از این زنا صحبت نکن؟ مگه اینا زنای ایران نیستن؟
چطور میشه که آدم بخواد بی تفاوت بشینه در قبال این چیزا، در رابطه با زنان نیجریه که بوکو حرام اونها رو اسیر کرد، میاد پیام میده، ولی زن ایرانی کجاست؟ خانم ماینی، دوستی که سوال کرده بود که چجوری این افراد سیاسی با وجودی که میدونن اینجوریه میان با این سازمان دست میدن و عکس میگیرن و اینها، اجازه بدید من بهتون بگم همین ماجرایی که الان تو آمریکا هست. میدونید که اینجا الان مردم واقعا رسیدن به بنبست که چرا نماینده های خودشون که تو مجلس هست از این سازمان هایی که طرفدار اسلحه هستن پول میگیرن و اصلا رأی مردم اینجا هیچ کاری نداره. این حالا مال کساییه که همین امروز توی سازمان، توی مجلس هستن، توی سنا هستن و توی سازمان های دولتی. این افرادی رو که سازمان مجاهدین دعوت میکنه معمولا یک کلمه شهردار سابق، نمیدونم نماینده سابق، این کلمه سابق رو دنبال خودشون دارن، سخنگوی مجلس سابق، و اینها همه افرادی هستن که تو آمریکا سابقه شون افتضاح شناخته شده. جولیانی که اصلا یه جورای مافیا بهش میگن، اون آقای شهردار سندیگو که آمد و برگشت بعد ماجراهای رابطه های نامشروعش به اصطلاح برملا شد، خود آقای نوت گینگریچ که رفته بود به زنش گفته بود که تو اگه میخوای زن من باشی باش، ولی من میتونم با همه رابطه داشته باشم، که زنه ول کرد. این آقا رفت با سکرترش ازدواج کرد و من نمیدونم به چه چیز اینها افتخار میکنه. و خیلی جالبه چون شما اسم آقای فیلابی رو آوردید و ایشون اینجا هستن و اینها، بله آقای فیلابی باید بدونه که الان دیگه شورای مقاومتی نمونده، این همون سازمان مجاهدینه که اینها توی آمریکا بهش میگن شل ارگانیزیشن، یعنی سازمان هایی که به عنوان کاسه رو زیر نیم کاسه یا نیم کاسه رو زیر کاسه وقتی میخوان پنهان کنن اینها رو درست میکنن. همین چند روز آینده اینجا سازمان مجاهدین به یه اسم دیگه، به اسم جوامع ایرانی آمریکایی، میخواد بره در مجلس برنامه بذاره برای نوروز، چون دیده افراد دیگه اینجا نوروز رو شناسوندن به آمریکایی‌ها و جشن میگیرن حتی در کاخ سفید. حالا سازمان مجاهدین هم میخواد این کار رو در مجلس انجام بده. در صورت دوستان مواظب باشید به اسم اینها اطمینان نکنید، حتما مطمئن بشید که اون چیزی که شما مایل هستید پشت این اسامی وجود دارن و اینها گندم نمای جو فروش هستن. بفرمایید. ببینید همینطور که شما گفتید، من میدونم ماهایی که تو خارج زندگی کردیم واقعا وقتی میریم یه چیز میخریم اگه یک سنت دو سنت کم باشه میگیم ببخشید اینو بذار کنار، یعنی نمیتونیم خرید کنیم. شاید یکی بیاد بگه خیلی خب این دو سنت رو بهت میدم، ولی همیشه نیست. اینه که اون آقای نماینده سابق، دیگه معلومه نماینده سابقه، داره چیز بازنشستگیش رو میگذره، دوره بازنشستگی رو میگذرونه، پس احتیاج داره که یه جوری خودش رو میدونه، ببینید میدونه ماهیتش کثیفه، میدونه که خانم رجوی دروغ داره میگه. همونطوری که من به شما گفتم، ببینید منی که اومده بودم آلمان گفته بودن که من زهرا معینی دولت ایران، من چون با مجاهدین هوادار مجاهدین بودم، دولت ایران منو زندانی کرد، دستگیر کرد، زندانی کرد، آثاری هم که رو بدن منه مال شکنجه است، که من یه بار صحبت کردم بازم میام این رو صحبت میکنم. شاید اون کسی که با من اینترویو میکرد این حرف رو قبول کرد، ولی وقتی به چیزهای بالاتر رسید، مخصوصا به دادستانی کل آلمان رسید، ببینید دادستانی روی پرونده من نوشته بود ما میدونیم دولت ایران ضد بشره، زندان داره، اعدام داره، همه اینا مشخصه، ولی چیزی که این خانم داره میگه غیر واقعیه، به خاطر اینکه این خانم گفته که من زندانی سیاسی بودم،
آثار شکنجه هم مثلا اینجوری رو بدنمه، این آثار خیلی سنگینه. حتی اگه دولت ایران اینو آزاد کرده باشه تو خیابون سر به نیستش میکنه. ببین اینو من نگفتم، اینو دادستانی آلمان رو پرونده من زده بود. اینا خودشون میدونن، ببین تمام دول اروپایی آمریکایی میدونن که اینا در بین مردم ایران هیچ جایگاهی ندارن. خب تو شعارا هم دیدید دیگه، وقتی که مردم ریختن بیرون، مردم از هر کسی گفتن الا از مجاهدین. برای همین خانم رجبی سکوت کرد که هیچی نگه. ببینید نمیدونم سانچی، کشتی سانچی غرق شد، پیام نداد. البته بهتر که نداد، چون مثلا مردم براشون اهمیت ندارن که این خانم بخواد پیام بده. اون هواپیما چند روز پیش اینجوری شد، سکوت کرده، انگار نه انگار برای این خانم مهم نیست. مهم اینه که همه ایران ویران بشه، فقط این بره بشینه اون روی آوار ایران. اینه. وگرنه ببینید مگه میشه آدم اون زن رو ببینه؟ دوستای آلمانی من به من زنگ میزدن، من از سر کار که منو میبینن از من میپرسن چی شد اون دختر، چی شد. ببین میخوان از من بدونن، از اون سرنوشت اون دختر بدونن که اون خانم ایرانی چی شد. ولی این خانم براش مهم نیست، بخاطر اینکه اصلا به چیزهایی هم که خودش داره میگه اعتباری نداره. برای همه حاضره به من میگه مثلا مزدور، به شما، به همه میگه. ماها زیر دست خودش بزرگ شدیم، ماها رو خودش پرورش داده، خود مریم و مسعود پرورش دادن ماها رو. چجوری میخوان بیان چیز کنن، بیان بگن که ما فردا اگه یکی از خانما یا آقایون رده بالاش هم بیان بیرون میگن که با وزارت اطلاعات رابطه داشته. این چیزی که همیشه دارن میگن. و از همه مهمتر آقای سوربی، بارها و بارها من از خانم رجبی خواستم با هم یه مناظره داشته باشیم. مگه این نمیگه ما یه مناظره داشته باشیم به جای اینکه افرادی رو اجیر کنه با اسمهای دیگه بخوان بیان تو فیسبوک، تو مسنجر من چیزهای چرت بنویسن، خودش بیاد با هم مناظره کنیم. بالاخره مردم قضاوت کنن، مردم قاضی بشن این وسط. ولی هیچ وقت اون این چیز رو نداده، هیچ وقت این به من این پاسخ رو نداده که باشه من میام با تو مناظره میکنم. همیشه به ما گفتن چی مزدور، به ما گفتن چی ببین از فلانی پول گرفته. ما اگه ماها به جای وصف بودیم که نمیدونم 130-140 کیلومتر خانم محمد نژاد نباید میمد پیش من یا من برم پیش اون، فرقی نمیکنه. اینه که ما یعنی واقعا توی دستگاه فرقه رجوی فقط یک چیز مهمه، رهبری. بقیه هیچی، بقیه براش اصلا مهم نیستن. خب در صورت که اینجا یک کشور اروپاییه، یعنی من حق دارم هر کاری رو بکنم به غیر از قتل. قتل رو حق ندارم انجام بدم، ولی دوست میتونم آزاد باشم، میتونم این کار رو انجام بدم، میتونم برم بیام. ولی اینا میخوان به افرادی که اونجا هستن بقبولنن که ما وابسته به جایی هستیم. چون ببین مثلا فلانی فلان چیز رو داره، چون واقعا افرادی که اونجا هستن فکر میکنن راست میگه. واقعا اونا اون افرادی که اونجا به لحاظ ذهنی، فکری، روحی له شدن، یعنی هیچ نمیتونن برای خودشون فکر کنن، نمیتونن فکر کنن که آیا این هر درسته یا آیا غلطه، آیا نمیدونم. واقعا اگه به اینا بگن ماست
رنگش سیاست واقعا؟ آیا این ماست رنگش سیاهه؟ اینه که خانم رجوی هیچ وقت، ببینید الان مثلا از 2 هفته پیش شروع کردم این به خاطر 8 مارس برنامه گذاشتن و عکس گرفتن. این دفعه چی گفته؟ مسئولیت زنان ایرانی در براندازی رژیم ولایت. اصلا احتیاجی نیست خانم رجوی تو همچین چیزی رو بگی، اونا به تو احتیاج ندارن، اونا خودشون عقل دارن، فهم دارن، شعور دارن. مردم ایران شعور دارن که چی میخوان چی نمیخوان. هرچی بخوان تو یکی رو دیگه نمیخوان. خودشون میدونن حجابشون چجوری باید باشه، میدونن لباس چجوری باید بپوشن، بهترین و مدرن ترین. تو میخوای بری چی بگی؟ میخوای بری بگی که من این مدت این همه افراد رو اجاره کردم که بیان سر یه سریا رو شیره بمالیم؟ مثل حرفی که مسعود زد، یکی از کسایی که اومد، افرادی که اومدن میتونن بگن که تو اون نشست بودن. یه نفر از مسعود رجوی میپرسه که نظر شما در رابطه با ریش گذاشتن و ریش نذاشتن چیه؟ آقای رجوی برگشته گفته که من که ریشمو میزنم. خانم معینی ببخشید، یکی از دوستان نوشته خانم معینی از همین تلویزیون مردم رجوی بگوید روسریشو برداره، فرانسه که میدون مبارزه نیست که آنقدر ترس داره. مسعود رجوی گفته میدان مبارزه تو تهران بین مردم است. مریم رجوی به اندازه دختر ایرانی هم دل و جرأت نداره. اجازه بدید من به این دوستمون بگم که با وجودی که شماها میگین و باور دارید که اگر خانم رجوی به اصطلاح به آزادی زنان باور داره، میتونه بگه هر کسی میخواد هر جوری لباس بپوشه، ولی نه شما فکر نمی کنم به خودمون حق بدیم که به خانم رجوی بگیم روسری تو بردار یا آقای رجوی ریششو بزنه، و این کار به نظر من کار اشتباهیه. ولی شما میتونید دوست عزیز، خانم معینی هر بار که اینجا مصاحبه داشته خانم رجوی رو به اصطلاح به چالش کشیده، دعوت کرده، گفته که شما که تحصیلات سیاسی و نظامی و اینها دارید، بیان با من یک مبارزه به اصطلاح یک عضو ساده سازمان خودتون بیاین با هم مناظره کنیم، و تا امروز اینها ازشون خبری نشده. ولی اینکه خانم معینی به خانم رجوی بگه روسری تو در بیار، من فکر کنم اصلا این اصلا در چیز من نیست. من نمیتونم به کسی بگم که مثلا چه لباسی بپوش چه لباسی نپوش. اون تعیین کننده خود شخصه. من حتی به بچه خودم هم نمیتونم بگم دخترم یا پسرم امروز اینو بپوش یا نپوش. میگه خودم میتونم تصمیم بگیرم. من اصلا کاری با حجاب ندارم. هر کسی هر جوری که میخواد میتونه لباس بپوشه لباس بپوشه یا نپوشه، برای من اصلا مهم نیست. مهم اینه که وقتی من میگم خانم رجوی تو میای خودت رو مدافع زنان ایرانی میدونی، زنان ایرانی گفتن نه به حجاب اجباری، تو چرا اینا رو حمایت نکردی؟ من حرفم اینه خانم رجوی، چرا تو نیومدی؟ تو که میگی من اینقدر دستم بازه، به مجامع مختلف نامه میدی، هزینه های مختلف انجام میدی، چرا نیومدی یه هزینه بکنی که ببینید زنای ایرانی رو دارن اذیت و آزار میکنن، مثلا گرفتن زندانی شدن. چرا نیومدی اینا؟ چرا نمیای از ابتدایی ترین حقوقی که توی ایرانه؟ آره ما از مال باختگان فقط چند تا عکس میذاری که مال باخته ها این کارو کردن، از اعتراضات مردم ایران عکس میذاری، شعارها و اینا ویدیوها رو اصلا پخش نمی کنی چون به ضدته، چون هیچکی نمیگه درود بر رجوی. این وسط از زنای ایران هیچی، یعنی تو همونی هستی که فکر میکنی توی عهد قاجار داری زندگی میکنی، از قار اومدی بیرون، سر همه رو میتونی کلا بذاری. یعنی واقعا من
به عنوان یه عضو سابقش، به عنوان اینکه 7 سال 8 سال زندگیمو گذاشتم، سلامتیم رو گذاشتم، من بارها و بارها خواستم میخوام با خانم رجوی مناظره کنم. تازه زمانهای چیزای خیلی اتفاقهای بعد از من افتاده، خیلی اتفاقها بعد از من افتاده، من ازشون بیخبرم. من چیزایی رو میخوام ازش بپرسم که بودم. ببینید آقای صبری، واقعا خیلی سخته. من اگر تار موی من بیرون میبود، هزار یعنی بدترین شکنجهی که میتونستن به من بدن، منو بیخوابی بدن. و بارها و بارها این کارو کردن با من، بارها و بارها. این ویدئوهای مزخرف به انقلاب ایدئولوژیک من بارها و بارها باید نگاه میکردم، شب تا صبح هم باید نگهبانی بدم، هم اجازه ندارم بخوابم. یعنی ببینید اینجوری بود، موتو نشون، موی تو اومده بیرون، اشعه داری میدی به مرد، به اون برادره داری اشعه میدی. ولی من نمیفهمم، یعنی الان که میشینم نگاه میکنم میگم ببین اونجا که لباس من اینطوری شد، اینا اینجوری چیز کردن. اونجا که مثلا این اتفاق برای من افتاد، واقعا خیلی سخته، خیلی سخته. اون موقع این میخواد بره واسه زنای ایران، زنای مدرن ایران حکومت کنه، اون اصلا احتیاجی به این ندارن. بسیار ممنون خانم معینی، اجازه بدین که دوستی نوشته این مریم رجوی هم پدیده‌ای مسخره است از عواقب انقلاب، وصف تمام هرزگی ها و کثافت کاری هاشو تمام مردم میدونن و اون موقع دم از حجاب میزنه. یه دوستی هم به انگلیسی نوشته که So Maryam Rajavi is a big liar especially about the hijab. She's using this subject just to gain power. That's really thanks Mr. Mrs. Moini for giving us this vital information. از شما تشکر میکنم به خاطر که این اطلاعات رو دادید و میگن که پس اینجور که از شواهد و قرائن و صحبت های این دوستان برمیاد، خانم رجوی یک دروغگوی بزرگه و از حجاب هم به یک نوعی داره سوء استفاده میکنه. نظرتون درباره این دوتا دوستمون چی هست؟ از اینکه از همه چیز سوء استفاده میکنه که در این اصلا شک نیست. ببینید وقتی میگه حقوق بشر، باید بیاد ببینه که آیا واقعا توی دستگاه خودش حقوق اون افراد اسیرش اجرا میشه. وقتی میگه زن و مرد، آیا اون در رابطه با زن و مرد در سیستم خودش اجرا میشه؟ وقتی میگه دولت ایران زندان ساخته، تمام ایران مثلا زندان شده، آیا خود خانم رجوی این کار رو نکرده؟ خودش هم زندان درست کرده. مگه الان در همین جا چقدر ما تلاش کردیم که افراد رو از عراق بیارن بیرون؟ جون افراد برای ما مهم بود، ولی برای خانم رجوی مهم نبود. مگر از آیت الله حسنی فکر کنم، آخوند شیعه لبنانی، 10 سال اینا سوء استفاده نکردن. اون اومد یه روز وقتی که از فهمید ماهیتشون رو، اومد بیرون گفت من به اینا میگم نگرانم، بچه ها افراد دارن کشته میشن توی عراق، اینا میگم برای ما مهم نیست. ببینید یعنی از چی دیگه سوء استفاده نکردن؟ اینو باید در آورد. از هر اسمی بگی به نوعی دارن سوء استفاده میکنن، از هر عبارتی که بگی. خب این که من نبودم، یه آیت اللهی بود مال لبنان، اینم با پول خریده بودنش، با بهبه و چهچه همیشه در رابطه باهاش حرف میزدن. همین که شد بر علیهشون، همین که شد بر علیهشون، شد مزدور جمهوری اسلامی، وابسته به سپاه خود شد. چرا تا زمانی که داشت براتون چیز میکرد، کار میکرد، آدم خوبی بود، بعد یه دفعه امروز به فردا به 2 ساعت بعد شدن
مزدور سپاه قدس. نمیدونم حالا آیا خوب بود؟ بله بسیار عالی بود. بعد همونجوری که از خانم محمد نژادم خواهش کردم، اگه شما با دوستان برنامه بذارین که بیشتر متمرکز باشه روی زنان و ظلمی که به اعضا و اونهایی که به اصطلاح زنان مجاهدین شده، یه عکسی رو من دیدم که زنها دارن اونجا بیل میزنن با فرغون و با گاری شکسته ها چی میبرن. هیچ حرفی ما نداریم در مساوی بودن اینها و مساوات حقشون، ولی همونجوری که اونها باید بیل بزنن و اینها، به نظر من حداقل لباسهای رنگین مثل خانم رجبی هم یا لباس کهنه های خودش رو به اونها باید بده، که به قول شما همه مثل اینکه گونی پوشیدن یه چیزای گلوگشاد نباشه. در صورت ممنونم، روی فیسبوک دوستان همچنان دارن نظر میدن، اگه شما هم لطف کنید بعد از برنامه به اونجا سری بزنید بسیار ممنون میشم از شما. باز هم اگر صحبتی دارید بفرمایید، اگر نه دو تا ویدیو هست، یکی این که پشت پرده انتصاب مریم رجوی و دیگری همین مریم رجوی و استخدام سیاهی لشکر، هم سخنران اجاره‌ای و هم تماشاچی اجاره‌ای، اینها جالب هستن، اینها رو ببینید یه مقداری بیشتر آگاه میشید. و از همه مهمتر این هست که وظیفه این دوستان گفتن، وظیفه ما پخش برنامه، وظیفه شما هست به عنوان بیننده و شنونده تأمل کنید، تحقیق کنید، تفکر کنید و بعد قضاوت کنید. بازم ممنونم از شما. بفرمایید خانم معینی. آقای سربی، من حتی شما گفتید لباس کهنه هاشو بده اینا بپوشن، ارزش اون زنا انقدر بالایی که حتی اون اجازه نداره اون لباس های کهنه شو به اونا بده بپوشه. باید مثل مال خودش همه چین نگل نوی باشه، یعنی باید بتونه، نه اینکه بخواد بگه که لباسای، نه، اون توهین به اون خانوما که سالهای سال اونجوری بیل زدن، اونجوری شکنجه شدن، اونجوری همه چیشون رو از دست دادن، خانواده هاشون از دست دادن، باید بهترین ها رو واسه شون بده. حتی ببینید برای اونا هم ارزش قائل نیست. متاسفانه متاسفانه، یعنی در عصری هستیم که بعضی وقتا من میگم خدا کنه که کابوس باشه، ولی وحشتناکه واقعا. مسعود رجوی همیشه میگفت کارایی که ما کردیم اگه برید بیرون بگید هیچکی باور نمیکنه، به خاطر اینکه تو عقل و مخیله هیچکی نمی گنجه. نماز خوندن اجباری، بابا خانوم نمیتونه چند روز نماز بخونه، باید بیای نماز خونه چون برادرها فکر دیگه نکنن. ببینید چجوری آدم رو میبرن توی دنیای پست، یعنی اینا خودشون انقلابی میدونن. خانم معینی، آقای موثقی به شما سلام میکنن و تشکر میکنن. ضمناً آقای حسین علی، آقای قربان علی حسین نژاد میگن که اسم آن روحانی شیعه لبنانی علامه حسینی بود که در همین رابطه برنامه هم داشتیم. بعد میگن که فرقه تروریستی رجوی از روسری در فرقه رجوی سوء استفاده های سیاسی و اجتماعی بسیار کردن. و بالاخره آقای جورج به انگلیسی نوشته که خانم معینی بسیار قشنگ صحبت میکنن، امیدوارم که در برنامه ها بیشتر شرکت کنن. ما یه چیزی داریم در فارسی میگن سخن که از دل برآید لاجرم بر دل نشیند. ایشون از دل و جانش صحبت میکنه و خوشحالم که به شما دوستان هم مثلا خوشحال هستید که این افراد هستند و اینها. من به خانم معینی میگم که شما میگید که امیدوارم این به اصطلاح کابوس باشه، امیدوارم این قسمت آزادیتون کابوس نباشه و اونها کابوس بوده که گذشته و رفته. در صورت بازم ممنونم، بفرمایید. بله، منظور من قسمت آزادیش نیست، قسمت جنایت هایی که این فرقه رجوی میکنه و تا الان انجام داده، اینا واقعا کابوسه. یعنی من وقتی افرادی که میان بیرون با ماها که صحبت میکنن، من تک تک سلولای بدنم میلرزه، چون خودم تو اون دستگاه بودم. شاید همسر من متوجه این مسئله نشه، شاید بچه من متوجه نشه. من با رئیسم صحبت میکردم وقتی میگفتم ببین
این اتفاقا برای من افتاده. برگشت گفت توی فیلم وحشتناک دیدی؟ میگفت تو مغز من جا نمیگیره این چیزی که داری میگی، حتی تو اون فیلم وحشتناک هم نمیتونه شکل گرفته باشه. یعنی آدم های خارج از ما شاید سخت بتونن باور کنن، ولی واقعیت ما هرچی که گفتیم، هرچی که میگیم، این چیز درونی ماست. یعنی ما ها لمسش کردیم. و من از همه اونایی که اومدن و میترسن از این تهمت هایی که به ماها زدن کم نبوده، بعد از این هم نخواهد، کمتر نخواهد بود، بیشتر میشه. نترسید، فقط میگم من تا وقتی که صحبت نکرده بودم خیلی کابوس داشتم، خیلی ناراحت بودم، اما زمانی که جرأت کردم و حرف زدم فهمیدم که اون تصور ذهنی منه که بترسم. من هر چقدر سکوت کنم فرقه رجبی به نوعی سوء استفاده میکنه از سکوت من. و الان اونا خواهشان جا تو جاهای ما نذارن، از ماها میشیم چراغ راه اونا. ما اون سختی ها رو تحمل کردیم، اونا بیان حرف بزنن. میدونید خیلی مهمه اونا این جرأت رو پیدا کنن بیان حرف بزنن. هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ کس رو از هیچ جای بیرون نمی کنن. نه دولت آلمان، نه دولت آلبانی، نه دولت های دیگه، هیچ، یعنی این حق رو از هیچ کسی نمی گیرن، چون برای انسان ها ارزش قائلن. این بسد خیلی ممنونم آقای سوروی از شما که این فرصت رو به من دادید که در رابطه با حجاب و پوشش با مردم صحبت کنیم. منم ممنونم از شما، امیدوارم که هم آخر هفته خوبی داشته باشید، هم روزهای بهتری در انتظارتون باشه، به امید اینکه در برنامه‌های آینده شما و دیگر بانوان سازمان رو یا به اصطلاح جدا شدگان از سازمان رو داشته باشیم. همونجوری که از اول برنامه هم گفتم، شما همیشه لطف کردید سوالات و نظرات بینندگان رو پاسخ دادید و در موردشون صحبت کردید. من از این بابت به نوبه خود ممنونم. همونجوری که سازمان مجاهدین ثابت کردی که خود گویه و خود خنده و حالا دیگر مردم نیست که بگیم مرد هنرمنده، خانم رجوی عجب زن هنرمندی. بازم از شما ممنونم. خواهش میکنم، آخر هفته خوبی داشته باشید. شما هم همینطور، به امید دیدار. دوستان عزیز، با خانم زهرا معینی بودیم و قبل از ایشون هم خانم حمیرا محمد نژاد و دو تا ویدیو هست که اینها رو سعی میکنم روی فیسبوک بذارم. اسامیش به این صورت هست، یکیش این که پشت پرده انتصاب مریم رجوی، و واقعا ببینید این چه چندشاوره وقتی که رجوی صحبت میکنه با مریم رجوی، و یکی دیگرش هم هست مریم رجوی و استخدام سیاهی لشکر، هم به اصطلاح هم سیاهی لشکر رو استخدام میکنه، هم سخنران اجاری، هم تماشاچی اجاری. ضمناً بعد از 2 سال یا 3 سال بالاخره امروز یه دوستی که مدت ها منتظرش بودم اینجا هستن و در برنامه من با شما خواهند بود. برنامه ها رو پی میگیریم و به امید اینکه روزهای بهتری با هم داشته باشیم و بتونیم خبرهای شادتری از آزادی، حقوق بشر و اوضاع و احوال جریانات ایران و جهان به شما بدیم. از اینکه با ما بودید بسیار ممنون و متشکرم. روز روزگار بر شما خوش. تحدید دهیم این اقلام شامل چمدان، ساک، کیف‌های بزرگ، کوله پشت.
John F. Kennedy went to Berlin to speak out
in that day and era. And that was the crisis of the threat to freedom. The threat to freedom from the communists. Today, 50 years later, to attack our regime and kill us anyway. Thank you.